در ادامه بررسی خط به خط کد پایه در سی پلاس پلاس میرسیم به بدنه اصلی دستور که چاپ متن در خروجی هست. به وسیله شی سی اوت میتونیم به راحتی هر نوع اطلاعاتی رو در خروجی درج کنیم. به این ترتیب که ابتدا عبارت سی اوت رو تایپ میکنیم، بعد عملگر خروجی رو که دو فلش به سمت چپ هست تایپ میکنیم و بعد متن رو که میخوایم در خروجی درج بشه رو در اینجا قرار میدیم. فقط نکته‌ای که در نظر داریم این هست که متن حتما باید بین دو دابل کوتیشن قرار بگیره. و در صورتی که بخوایم چند عبارت رو در خروجی چاپ کنیم، عبارات رو به وسیله عملگر خروجی از هم جدا می‌کنیم. به عنوان مثال اینجا هلو پروگرامر جدا چاپ میشه و کاراکتر کنترلی بک اسلش ان به وسیله عملگر خروجی از عبارت هلو پروگرامر جدا میشه. کاراکترهای کنترلی کاراکترهایی هستند که برای فرمت دهی به متن قابل چاپ در خروجی استفاده میشن. برای اینکه شکل ظاهری و فرمت خروجی بهتری داشته باشیم، از یه سری از کاراکترهای کنترلی استفاده میکنیم. یه سری کاراکترهای کنترلی تعریف شدن که به عنوان مثال کاراکتر بک اسلش ان کاراکتر کنترلی خط بعد هست که هر چیزی بعد از این کاراکتر قرار بگیره در سطر جدید درج میشه. این مثال رو با هم ببینیم. من ابتدا این برنامه رو با فشردن کلیدهای ترکیبی کنترل F5 اجرا میکنم. ملاحظه میکنید که عبارت هلو پروگرامر درج شده و در خط بعد عبارت پرس انی کی تو کانتینیو رو میبینید. در صورتی که من کاراکتر کنترلی بک اسلش ان رو پاک کنم و دوباره برنامه رو اجرا کنم، عبارت هلو پروگرامر درج شده، اما بلافاصله بعد از اون حتی بدون فاصله به اندازه یک اسپیس عبارت پرس انی کی تو کانتینیو رو میبینیم. همینطور برای درج کاراکترهایی که برای برنامه معنا و مفهوم خاصی دارن، مثل دابل کوت، مثل بک اسلش که در همین کاراکترهای کنترلی استفاده میشه، نیاز داریم که قبل از کاراکترهای خاص یک بک اسلش قرار بدیم. به عنوان مثال من میخوام خود کاراکتر بک اسلش ان در خروجی نمایش داده بشه. برای اینکه بتونم بک اسلش ان رو در خروجی چاپ کنم، قبل از اون یک بک اسلش قرار میدم. کلیدهای کنترلی کنترل F5. ملاحظه میکنید که کاراکتر بک اسلش ان در خروجی چاپ شد. اما در صورتی که من بک اسلش اول رو بردارم، کاراکتر کنترلی به عنوان کاراکتر خط جدید عمل میکنه و خود بک اسلش در خروجی چاپ نمیشه. نکته مهم دیگه ای که در مورد سی اوت باید بگم این هست که برای اینکه شیء سی اوت به درستی کار کنه، باید هدر فایل آیو استریم رو به برنامه اضافه کنیم. به این علت که تعریف موجودیت سی اوت در کتابخونه آیو استریم قرار داره. و در صورتی که من عبارت include آیو استریم رو از برنامه حذف کنم، سی اوت رو نمیشناسه و دستور به درستی کار نخواهد کرد. در این آموزش با دستور سی اوت که دستوری برای درج متن در خروجی هست آشنا شدیم.